شهر ما چون یک شهر صنعتی هست و من در این شهر متولد و بزرگ شدم هر سال شاهد خبرهای دردناکی بودیم که اطلاع می‌دادند که چند تن از کارگرهای کارخانجات به علت خرابی سیستم ها مصدوم شدن و یا فوت شدن اینها در واقع خبرهایی نیستن که ما بتونیم به راحتی از کنارشون رد بشیم این جرقه‌ای در ذهن من ایجاد کرد که من به پیگیری این مشکل بپردازم و یک راه حل جامع رو ارائه بکنم زمانی که من در این حوزه تحقیق کردم متوجه شدم در کل این مشکل دو ریشه داره اولی ریشه انسانیه که برمیگرده به اشتباهات انسانی که میتونیم با ایمنی سازی محیط و آموزش دادن ایمنی ها به کارگران این رو رفع بکنیم ولی دومی مشکل که انسان در اون دخالتی نداره برمیگرده به خرابی ناگهانی سیستم ها که حادثه میآفرینن این جرقه در ذهن من ایجاد کرد که این سوال به ذهن من برسه آیا میتونیم سیستمی داشته باشیم که اصلا خراب نشه حالا من از شما میپرسم اصلا امکان داره یک سیستمی داشته باشیم که خراب نشه من زمانی که در این حوزه تحقیق کردم متوجه شدم که خیر دلایل خیلی زیادی هستن که این رو توجیه میکنه مثل نظریه آشوب طبق نظریه آشوب تمامی پدیده‌هایی که در جهان هستی رخ میدن دقیقاً اونطوری که ما ازشون انتظار داریم پیش نمیرن و غیر قابل پیش بینی هستن بر این اساس پس ما نمیتونیم از ریشه و به کل مشکل خرابی رو رفع بکنیم اما بیاین فکر کنیم که چی میشه اگر در یک سیستم زمانی که یکی از اجزا خراب شد فوراً اون رو تعمیرش بکنیم در این صورت مشکل خرابی توی اون سیستم نمود پیدا نمیکنه طبق نظریه دکتر ری کروزویل یکی از مدیران گوگل و آینده پژوه در سال 2050 با روی کار اومدن نانوروبات ها در عرصه علم پزشکی انسان قادر خواهد بود تک تک سلول های بدنش که از کار افتادن و یا پیر شدن و ناکارآمد هستن رو تشخیص بده و به وسیله همین نانوروبات ها اونها رو با سلول های جوان جایگزین بکنه که این باعث میشه تمامی اندام‌های بدن در جای خودشون به درستی کار بکنن. در نتیجه در سیستم مشکلی وجود نخواهد داشت. زمانی که من طرح کلی که توی ذهنم بود رو ترسیم کردم، متوجه شدم ایده‌ای که دارم با این که عملیه ولی خیلی مشکل هستش. برای همین باید روی سیستم‌های این رو پیاده بکنیم که واقعاً ارزششون خیلی بالاست و زمانی که خراب میشن خسارتشون خیلی زیاده و هنگفت است. پس رفتم سراغ پروژه‌های فضایی. زمانی که در حوزه پروژه‌های فضایی مطالعه می‌کردم، متوجه شدم در حوزه سیستم‌های سلف ریپیر یا همان خود تعمیر شونده کارهای خاصی انجام ندادن. و کارهایی که انجام شده بیشتر در حوزه نرم افزاری هستش که برای مثال در قسمت‌های نرم افزاری ارتش امریکا اجرا شده و قسمت‌های سخت افزاری که کار شده دقیقاً اون چیزایی نیستن که ما می‌خوایم مثل بتن و آسفالت خود تعمیر شونده ما به اینها نیاز نداریم الان ما در این مرحله تونستیم با مجموعه‌ای که خودمون ابداع کردیم با جنبندی 4 روش که 3 روش از ابتکارات خودمونه و یکی از روش ها به نتایج تحقیقات محققین دانشگاه پنسیلوانیا استنباط شده یک سیستمی رو طراحی بکنیم که احتمال خرابی در اون به 0 میل میکنه زمانی که در این حوزه تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدیم که این روش ها در واقع میتونن اثبات بکنن که خرابی در این حوزه به 0 میرسه. من خودم دانش آموز ریاضی فیزیک هستم ولی علم ریاضیم اونقدر زیاد نبود که بتونم به تنهایی این رو اثباتش بکنم. پس اومدم از چند استاد دانشگاه و آقای دکتر افشین بهمران که یکی از اساتید هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز هستن کمک گرفتم. و به کمک ایشون تونستیم اثبات بکنیم که خرابی این سیستم به 0 میل میکنه. زمانی که در این حوزه من تحقیق میکردم با یکی از دانشمندان حوزه هوافضا به نام آقای دکتر تیبی آشنا شدم که ایشون به من در این راه کمک کردن.
ایشون به من توضیح دادن که به منظور به حداقل رسوندن خرابی در سیستم‌های حوزه هوافضا، قبل از اینکه یک کاوشگر رو به یک سیاره مثلا ارسال بکنن، چند تا آزمایش خیلی دقیق روی اونها انجام میدن. برای مثال یکشون رو خدمتتون عرض میکنم. فرض کنید یک کاوشگر رو میخوان به یک سیاره بفرستن که دماش از مثبت 50 الی منفی 50 درجه سانتیگراده. اینا میان در آزمایشگاه این کاوشگر رو در دمای مثبت 150 الی منفی 150 درجه سانتیگراد تستش میکنن که این نشون میده در به حداقل رسوندن احتمال خرابی خیلی تاکید دارن. ولی با این حال کم نیستن پروژه هایی که رفتن فضا و شکست خوردن. پروژه های فضایی مثل ماهواره مارس بیگل 2، ونرا 3 و هاپایوسا که تنها چند ثانیه پس از اینکه توی مدارشون قرار گرفتن و یا روی سطح سیاره فرود اومدن، ارتباطشون به کل با زمین قطع شده و تمامی هزینه‌ای که گذاشته بودن تبدیل به خسارت شده. حالا من احتمال میدم واسه بیشتر شما این سوال پیش بیاد که خب شما میدونید میتونید سیستم رو تعمیر بکنید، ولی از کجا میدونید کدوم یکی از اجزای سیستم خراب شده؟ ما در این قسمت از استاد راهنمای پروژمون که جناب آقای پروفسور سان هیونگ سانگ هستند، از اساتید هیئت علمی دانشگاه سئول هستند و عضو انستیتوی علوم و فناوری پیشرفته کره هستند کمک گرفتیم. روش‌های متعددی هستند که میتونیم ما خرابی هر یک از اجزای یک سیستم رو تشخیص بدیم. برای مثال میتونیم از سنسورهای فیدبک گیر استفاده بکنیم. سنسورهای فیدبک گیر سنسورهایی هستند که با ارسال پالس‌هایی به تمامی اجزا و برگشت اونها و تحلیل اونها میتونن احتمال خرابی این سیستم رو با تک تک اجزاش تشخیص بدن و بگن کدوم قطعه خراب شده. حالا ما چهار مرحله‌ای که میخواستیم بگیم رو خدمتتون عرض میکنم. در مرحله اول ما میایم روی قطعات الکترونیکی متمرکز میشیم. خودتون بهتر از من میدونید که بیشترین احتمال خرابی توی ماهواره‌ها و کاوشگرها برمیگرده به قسمت الکترونیکیشون. در بین قطعات الکترونیکی ما دو دسته‌بندی ایجاد کردیم تا بتونیم اینها رو بررسیش بکنیم. قطعات ساده الکترونیکی و قطعات پیشرفته الکترونیکی. ما در مرحله اول اومدیم روی ایده یک چاپگر سه‌بعدی کار کردیم که بتونه قطعات ساده الکترونیکی مثل مقاومت و سلف رو خودش تولید بکنه و جای همون قطعه‌ای که خراب شده کانتکت بکنه. در مرحله دوم میرسیم به قطعات پیشرفته الکترونیکی. قطعاتی مثل IC ها و چیپ ها و ترانزیستورها. خودتون میدونین این قطعات خیلی پیشرفته‌ای هستن و به دلیل اینکه ساختار خیلی پیچیده‌ای دارن نمیتونیم اونها رو با چاپگرهای سه‌بعدی چاپشون بکنیم. این مشکل رو محققین دانشگاه پنسیلوانیا حلش کردن. اونا اومدن میکروکپسول‌هایی رو ساختن از جنس عناصر ایندیوم و گالیوم که داخل چیپ‌ها و IC ها قرار داده میشن و زمانی که هر یک از مدارهای داخلی این IC و چیپ قطع میشن، به طور خودکار این کپسول‌ها آزاد میشن و تا 99% رسانایی اون قسمت رو به چیپ برمیگردونن. در نتیجه این چیپ به طور خودکار تعمیر میشه. در مرحله سوم میرسیم به الگوریتم‌ها. ما اومدیم الگوریتم‌هایی رو تعریف کردیم و به سیستم یاد دادیم که هر کجات که خراب شد چیکار باید بکنی. برای اینکه بتونیم این الگوریتم‌ها رو راحت‌تر درک بکنیم، اونها رو به صورت فلوچارت درآوردم که الان مشاهده می‌کنید. حتی ما اومدیم دستورالعمل‌هایی رو تعریف کردیم برای زمانی که خود قسمتی که تعمیر می‌کنه اگر اون قسمت هم خراب شد قابل تعمیر باشه و احتمال خرابی در این سیستم به صفر میل می‌کنه. ما در مرحله چهارم اومدیم از الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده کردیم. استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به تنهایی در این مرحله چندین برابر بیشتر از مراحل قبلی احتمال خرابی توی این سیستم رو کم کرده، چون سیستم‌های هوش مصنوعی بسیار سیستم‌های دقیقی هستند. به قول آقای ایلان ماسک، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس و تسلا موتورز، سیستم‌های هوش مصنوعی اگر به صورت پیشرفته ای توسعه داده بشن، ما با سیستم های هوش مصنوعی مواجه خواهیم شد که فنا ناپذیر هستند و خراب نمیشن. ما در این مرحله
به یک آزمایش علمی نیاز داشتیم که مجبور شدیم یک کیوبسات تک واحدی رو تهیه بکنیم و طراحیش بکنیم. به طور خلاصه ما تونستیم با مراحل 1, 2, 3, 4 که الان خدمتتون به صورت خلاصه عرض می‌کنم، در مرحله اول با پرینترهای سه‌بعدی، در مرحله دوم با میکروکپسول‌ها، در مرحله سوم با الگوریتم‌های تعمیری و در مرحله چهارم با الگوریتم‌های هوش مصنوعی سیستم رو ایجاد بکنیم که احتمال خرابی در اون به صفر میل می‌کنه. یکی از چشم‌اندازهای پروژه ما این هست که در آینده گس داریم با کم حجم سازی این سیستم رو روی خودروهای خودران سوار بکنیم. خودروهای خودران خودروهایی هستند که با هوش مصنوعی کنترل میشن و احتمال تصادفشون خیلی کمه، ولی صفر نیست. این احتمال خیلی کم تصادف به این علت وجود میاد که بعضن قطعاتی و یا سیستمی از این ماشین خراب میشه و حادثه میآفرینه. ما گس داریم با کم حجم سازی و سوار اون روی خودروهای خودران این احتمال تصادف رو به صفر برسونیم. خیلی از شما متشکرم.